بده عرض ارادت بکنه. این شب شب علی اکبر امام حسین هست. السلام علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حتی سه مرتبه سلام میدهیم. علی اکبر هم فرزند حسین هست. علی ابن الحسین اولاد حسین اصحاب و انصار حسین هست. السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای وادی نور خدا، کربلا گهواره اصغر توی مدفن عباس مه پیکر توی. علی اکبر آمد در مقابل بابا، با دو کنده زانو نشست. کمال ادب را ببینید آی جوانان، دست ادب روی سینه قرار داد. سلام و احترام و عرض ارادت عرض داشتن بابا جان، به من اجازه میدان بده. امام حسین یک ناراحتی در دل داشتن، یک آرزوی در دل داشت که این علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن بر رسول الله العظم است. پیغمبر هر وقت مشتاق دیدار پیغمبر خدا می شد، به سمای علی اکبرش نظاره می کرد. اما حالا علی اکبر آمدن اجازه میدان می گیرد، امام حسین دیگر درنگ نکرد، اجازه داد فرمودن جانای بابا اجازه تو به امهایت زینب است، از طرف من مانی ندارد. امام حسین فرمود علی اکبرم اول باید بروی از امهایت داخل خیمه اجازه بگیری، از خواهرانت خداحافظی کنی، از امهایت خداحافظی کن، از برادرت علی العابدین خداحافظی کن. علی اکبر رفت به خیمه ها، از اهل حرم امهایش خواهران برادران اصحابش خدا حافظی کردن، آمدن محضر بابا، بابا هم بغلش گره. ای وای ای وای، من نگویم مرم ای ما برو لقدره ببرم راه برو. علی اکبر بابا لحظه در مقابل من راه برو. امام صادق فرمود یا رسول الله الازل ازائز ل
لذت بخشترین چیز دنیا چیست؟ امام صادق فرمود بهترین لذت های دنیا و لذتی از اون لحظات که انسان فرزندش را به سرحد بلوغ میرساند، اما همین فرزند مقابل پدر و مادر راه برود، پدر و مادر قد و بالای جوانش را میبیند، لذت میبرد، دلش شاد میشود. ای وای ای وای آی خواه من اگو آیا گوشه من ای پسرم واه جدا آنی که چیاری بسرم الهی که مرگ جوان نبینی آی خواهران آی برادران که به مرگ جوان مبتلا شدی و مرویل گلش تا برز برم و قدر آهست من آخر پدرم و خی پسر من پدری پیر توام و پدر پر زمین گر تو ام و خی جگر گوشه من لب و کلا و شاد و خوار سن دل بابا کلا. اما علی اکبر بابا اجازه میدان گرفت، قدری از بابا فاصله گرفت، اما علی اکبر امام حسین یک نگاهی به سمت بابا کرد، ابی عبدالله نگاهی به علی اکبرش میکنه. روایت دارد امام حسین اینجا سه تا نگاه کرد، یک نگاهی مایوسانه بود که علی اکبر میرود میدان دیگر زنده بر نمیگردد، یک نگاهی شوق بود به قد و بالای علی اکبر نگاه کرد مشتاق دیدار پیغمبر خدا شد، اما یک نگاهی نومیدی کرد. امام حسین نگاه کرد به سیمای علی اکبر، شای خدا جوان 18 ساله میدان میرود مقابل این دشمن، اما دیگر زنده بر نمیگردد، دیگر امام حسین به علی اکبر میشود. علی اکبر اجازه گرفت رفت میدان. روایت دارد بعد از لحظه علی اکبر برگشت، آمدن مقابل بابا طلب آب کرد. علی اکبرم میدانست که بابا آب ندارد، آب در خیمه وجود ندارد. از دیشب روایت دارد که آب را برای اهل حرم بسته بودند، مثل امروز روایت دارد حتی یک قطره آب در کربلا نبودند برای او آب بدهند. اما امام حسین صدا زد فرمودن علی اکبرم حاتل سالک زبانت رو در بیار. امام حسین زبان در دهان علی اکبر گذاشت. روایت دارد یه لحظه قطره در حقیقت اون تشنگی علی اکبر رب شد، اما دو مرتبه از بابا اجازه گرفت روانه میدان شد. بعد از لحظات صدای علی اکبر از میان میدان بلند شد، فلا دای
یا بتا ادره بابا جان به فریادم برس ابی عبدالله سوار بر ذوالجلال شد روانه میدان گرده در بین را چشمش بر عقاب علی اکبر افتادن آه خطاب به اسب علی اکبر می کند گفته ای فرس برگو جوانی من چی شد و بزرگ سر می روانی من چی شد گفت بزرگ سر وش کجا انداختی و بر حسین را سخوتیخ ابی عبدالله حسین آمدن وارد میدان شدن خدایش پدر فرزندش را به اون حال نبیند گفت اکبر جوان مالیقا افتاده بر خاکی سیا رو کرده سوی خیمگا بابا بیا بابا بیا بابا بیا اندر برم بینگر بیا زخم سرم شد پاره پاره پیکرم بابا بیا بابا بیا ابی عبدالله نشست سر علی اکبر و روی زانوهش بلند کرد این خونه را از دهان علی اکبر پاک می کند سید ابن طاووس می فرماید این ها خاندان عصمت است شاید علی اکبر اون لحظات یا آخر یک وصیت داشته باشد اما علی اکبر امام حسین به سیمای بابا نگاه کرد و بسم کرد همینجا دیگر علی اکبر از دست حسین رفت علامه امینی می فرماید ابی عبدالله صورت به صورت علی گذاشت یعنی ببیند علی اکبرش نفس می کشد یا نه اما امین که حسین فهمه دیگر علی اکبر رمق حیاتی ندارد صدا زد علی جان فرزند عزیزم علی دنیا بعد کلافا علی جان بعد از تو خواهد بر زندگانی دنیا ابی عبدالله صدا زد آی جوانان بنی هاشم دیگر حسین تنها شد تمام هم و غم حسین علی اکبر بود آی جوان علی بنی هاشم بیاید علی را برداری خدا داند که من تا قبل ندارم علی را برداری خیمه رسانم صلی اللہ علیکم یا